مراحل کشف و رهگیری پرنده های متخاصم فرضی که بهترین تجهیزات ناوبری و فناوری های برتر دنیا را دارند، در دومین روز رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت 97 با دقت انجام لاک روی هدف انجام شد و با بکارگیری سامانه موشکی مرصاد کامل شد. سامانه مرصاد با ارتقاء برد راداری و سرعت در انتقال و استقرار سد مهلک انواع جنگ افزارهای هوایی است. در حد اکثر برد راداری تعریف شده برای این سامانه ها خوشبختانه این پرنده کشف شد، شناسایی شد. سامانه رادار سه‌بعدی و کنترل هواپیمای شکاری بشیر، دستاورد بومی متخصصان کشور، اهداف مهاجم را در پنجه قدرتمند پدافند هوایی اسیر کرد. در مجموعه کنترل فرمانده راحتی تونستم توزیع آتش بکنم. رهگیری اهداف و آتشبار شبانه انواع سامانه های راداری و موشکی از تمرین های موفق رزمایش بود. خلبانان نیروی هوایی ارتش و هوافضای سپاه پاسداران هم با پرواز و رزم شبانه عملیات تعیین شده را اجرا کردند. فرصت خیلی خوبی فراهم شد برای اینکه ما یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم از سامانه ها و تسلیحات تولید داخل در حوزه های مختلف، در حوزه های کشف و شناسایی، در حوزه اقدامات آفندی و پدافندی و همچنین در حوزه های جنگالی و شنودی ارتباطی و الکترونیکی. برترین ذوالفقار این میدان جوانان دشمن شکن هستند. جوانایی داریم که میتونن بسازن و هیچ گونه وابستگی نسبت به این سامانه‌ها نداشته باشه. همچین مردانی هیچ کشوری نداره. مردان بزرگ، آماده رزم، مطیع مطیع امر حضرت آقا. اقتدار پیام نهایی رزمایش است. در آستانه ورود به دهه پنجم عمر مبارک انقلاب اسلامی در جایی ایستادیم که میتوانیم با اقتدار از فضا و آسمان کشور عزیزمون ایران اسلامی دفاع بکنیم. انتقال تجارب رزمی ذخایر انسانی و ادواتی را صیقل داد. دقت و قدرت سامانه های پدافندی و جنگ الکترونیک با اتحاد، هماهنگی، یکپارچگی و اقتدار سه نیروی عمل کننده از ویژگی های بارز این رزمایش